خب خدا رو شکر، پس به همه شما عزیزان که اینجا تشریف آوردید خوش آمد میگم، همینطور به عزیزانی که به صورت زنده ما رو دنبال میکنن از طریق فیسبوک یا بعدا از طریق وبسایت کلیسا یا طریق های دیگه این درس رو دنبال خواهند کرد. امروز پس جلسه 13 رو داریم از رساله پولس رسول به رومیان و در واقع از باب 2 آیه 2 تا 5 رو ادامه خواهیم داد و بعد مقداری وارد آیات 6 تا 10 خواهیم شد، ولی چون تموم نخواهیم کرد اون قسمت رو و به هفته بعد موکول خواهیم کرد. پس اجازه بدید با هم دقایقی رو در دعا باشیم. پدر تو رو شکر میکنیم برای فرصت دیگری که به ما بخشیدی تا در حضور تو باشیم و بتوانیم کلام تو رو با هم بررسی بکنیم و از ایمان به ایمان خداوند متبدل بشیم. تو تقدیس کن، تو برکت بده و کلامت رو مکشوف کن به نام مسیح، آمین. خب خدا رو شکر برای وجود همه شما عزیزان. امروز همینطوری که در ابتدا گفتم آیات 2 تا 5 از باب 2 رو با هم دنبال خواهیم کرد. در این قسمت ابتدا نگاهیم خواهیم کرد به این مطلب که در مورد افراد اخلاقگرا اگه یادتون باشه در جلسه قبل داشتیم. پس افراد اخلاقگرا فکر میکنن که انسان اساساً خوبه، این تفکرشون هستش. حتما با اینجور افراد برخورد داشتی که فکر میکنن انسان اساساً خوبه و خدا از او راضی خواهد شد، خدا از او راضی هستش و فکر میکنن که خدا به دنبال نیکویی در انسان میگرده. برای همین شاید خیلی افراد خیر رو شما میبینید، فکر میکنن که به هر حال با انجام کارهای خیر خدا رو میتونن راضی بکنن و اصولا خدا در انسان صرفا دنبال چیه؟ نیکویی او هستش و فکر میکنن در هر بشری نیکویی به اندازه کافی چیه؟ وجود داره. پس اون مقدار نیکویی در هر کسی هست که میتونن در واقع خدا رو چیه؟ راضی کنن. شخص اخلاقگرا فکر میکنه که نیکویی خدا این چیزها رو در انسان که حالا بهش اشاره خواهم کرد جستجو میکنه و اونها رو خواهد پذیرفت. یعنی فکر میکنن که خدا دنبال این چیزاست تو زندگی انسان و وقتی اونها رو پیدا میکنه که حتما هم هر انسانی اونها رو داره مورد قبول خدا چیه هست. مثلا دنبال چی میگرده؟ کارهای خوب. آدمای اخلاقگرا اینو فکر میکنن، افکار نیک، رفتار خوب، رفتار نیک، احساسات خوب، احساسات نیک، طبیعت و نهاد و سرشت خوب و تمایلات خوب. تفکرشون اینه که خدا دنبال اینهاست و انسان اینها رو چیه داره و اینها خدا وقتی اینها رو پیدا کرد مورد پذیرش او واقع خواهند شد. البته همه ما میدونیم که خدا از وجود نیکویی و خوبی در انسان خوشنوده، خوشش میاد و راضی هستش. ولی اون چیزی که این افراد اخلاقگرا که در این باب دوم به مسئله اخلاقگرایی میپردازه غافلن و اونو نمیدونن و ندیده میگیرن اینه که نیکوی خدا مطلق و کامله و پس چون نیکوی خدا مطلق و کامله بنابراین خدا نمیتونه کارهایی رو که نقص دارن، افکاری که کامل نیستن، رفتاری که بد هستش، احساساتی که زشتن و طبیعتی که در نادراستی و نادرستی هستش و تمایلات و گناه آلود رو چیه؟ بپذیره. از این غافلن در واقع. اونا فکر میکنن که اگر مقداری نیکویی هست همین بسه که خدا رو راضی بکنه و خدا هم خوشحاله از نیکویی. ولی همونطور که گفتم چون خدا نیکوییش مطلقه، کامله، 100%، پس هیچ نوع نقصی رو در انسان چیه؟ نمیتونه بپذیره. از این غافلن، اونو نمیبینن. حالا بیشتر توضیح میدیم که این مسئله برای ما باز بشه. پس خدا فقط یه چیز کامل رو قبول داره و ما میدونیم که هیچ انسانی کامل نیست. یعنی در واقع پولس رسول در باب 2 جواب اخلاقگراها رو میده. اخلاقگراها میخوان بگن که بهش ما نیاز به مسیح و مسیحیت چیه؟ نداریم، چون میزان کافی از خوبی در ما هست که همین میزان میتونه خدا رو چیه؟ راضی بکنه. و پولس میخواد بگه که چون خدا نیکوییش مطلق هستش چیز ناقص رو چیه؟ نمیتونه بپذیره و شما در شما درست نیکویی ممکنه باشه ولی نقص هم چیه؟ هستش، چون هیچ انسانی کامل نیست. حالا نه در نهادش، نه در سرشتش، نه در افکارش، نه در رفتارش.
یه همچین آدم کاملی رو شما پیدا نمی‌کنید. بنابراین میخواد بگیره، نتیجه میخواد بگیره، هیچ انسانی در حضور خدا قابل قبول نیست. بذارید این آیات رو یه بار دیگه من بخونم براتون، یک مروری میشه شاید برای شما. میگه لحاظ ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری میگه چیه؟ نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها رو چیه؟ به عمل میآوری. حالا میفهمیم نه؟ میگه کارهای زشت میکنی و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق است. پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را میکنی، آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یعنی داره با اخلاق جرا صحبت میکنه. یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا. حالا یه مقدار این قضیه برای ما بیشتر باز خواهد شد. پس هیچ انسانی به اندازه کافی خوب نیست که مورد قبول خدا باشه. اینو میخواد بگه. هر قدرم که خوب باشه فرقی نمیکنه. این خیلی مهمه، چون ما در طول زندگی ایمانیمون حتما با افرادی برخورد داشتیم. من یادمه خیلی از دوستان، خیلی از آشناها واقعا آدمای خوبی بودن. شما در فامیلاتون آدمای خوبی دارید نه؟ خیلی بهتر از خیلی از ایماندارایی که توبه کردن، یعنی وقتی که بی ایمان بودن ما خیلی آدمای خوبی داریم، آدمای متشخص، آدمای محترم، آدمای نازنین به قول معروف. ولی مسئله اینجاست، هر قدر هم که خوب باشن فرقی نمی کنه. اینو میخواد بگه، فرقی نداره. نیکوی پس نیکوی خدا برای چیه؟ تو این آیه چی میخواد بگه؟ نیکوی خدا برای اینه که انسان رو به سمت توبه بکشونه، بازگشت کنه به سوی عدالت چیه؟ خودش. نه اینکه اعلان بکنه عدالت شخصی خودش رو. در صورت که انسان‌ها وقتی که نیکویی میکنن میخوان به تمام دنیا بگن که چیه؟ ما خودمون عادل هستیم، در صورتی که بس چیز دیگه ای هستش. پس این حقیقت که خدا به انسان اجازه توبه رو داده باید انسان رو برانگیزونه تا چیکار بکنه؟ اعتراف بکنه. وقتی صحبت از توبه میشه یعنی خدا داره به من و شما یه فرصتی میده، به بشر داره یه فرصتی میده که چیکار بکنه، که اعتراف بکنه که کامل نیست دیگه. نه، اگر کامل باشه نیاز به توبه نداره. پس اعتراف بکنه که کامل نیست و با نیکوی خودش خدا رو نمیتونه چیه؟ راضی بکنه. پس باید در جستجوی عدالت خدا باشه که فقط و فقط در عیسی مسیح میتونه اونو پیدا بکنه. اجازه بدید چند تا آیه بخونیم، امیدوارم این آیات رو داشته باشید. اول نگاه بکنید به رومیان باب 4 آیه 1-3. البته بعضی از دوستان به من میگن که وقتی که این آیات خونده میشه صدای دوستان چیه شنیده نمیشه. حق هم دارن، داریم فکر میکنیم شاید یه میکروفون دیگه یه جورای جور بکنیم، ولی تا اونجایی که میتونید به صدای چیه بلند بخونید این آیات رو، شاید این میکروفون های ما اینجا صدای شما رو بگیرن. رومیان باب 4 آیه 1-3 رو کی داره؟ بفرمایید. بسیار خوب، از همین باب 4 آیه 22 رو هم بخونید چی داره؟ رومیان. بله، رومیان 4:22. هر بیمار نشله و دی جیروتا جان و بیواده و جیروتا اد چی سند سنمه جان و شلخای و هچله شلوخه و هچله اد بیواده و شوهارا ناموسه مسلویه بتاله. این رومیان 4:22 بود؟ 4:22 مرا و از این جهت برای او عدالت محسوب شد. نه؟ در مورد چی صحبت میکنه؟ باز همون چیه؟ ابراهیم هستش. حالا باب 5 آیه 1 رو کی داره؟ بفرمایید با صدای بلند. پس
پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت‌آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. ممنون. پس ببینید، بیشتر مردم فکر میکنن که خدا اونها رو خواهد پذیرفت. حتما با اینجور افراد ما روبرو شدیم و در ارزیابی نهایی خدا فکر میکنن به اندازه کافی نیکویی در اونها چیه؟ خواهد یافت. یعنی خدا به هر حال وقتی بیاد نگاه بکنه به اندازه کافی در اونها نیکویی خواهد یافت. دیدین یه عده‌ای فقط بخوان کارهای خوب بکنن، در کنه وجودشون اگر بری بیشتر به خاطر این هستش که نشون بدن که چیه، به اندازه کافی نیک هستن در واقع. و حتی بعضی از حالا ادیان یا بعضی فرقای مسیحی هم حتی خیلی تاکید رو روی چی صرفا میذارن؟ روی اعمال نیک. و حتی این رو میگن که ما اگر این کارها رو بکنیم، شاید خطاهایی هم داشته باشیم، ولی اگر کارهای نیک ما بچربه رو کارهای بدمون، باز از این امتحان چیه ما عبور میکنیم و قبول میشیم و خدا از دست ما راضی خواهد بود. منتها حتی در خواب هم نمیتونن ببینن و تصور کنن که خدا اونها رو رد میکنه. آنچه که این افراد اخلاقگرا فراموش کردن اینه که داوری خدا بر اساس حقیقته، نه بر اساس کارهایی که صرفا من میکنم زیاد یا کم، بر اساس حقیقته. یعنی منظورمون چی از حقیقت؟ یعنی حقیقت افکارشون، یعنی در اون کنه افکار اینها چی میگذره، انگیزه ها چی هستش، برای چه منظوری این کارها رو انجام میدن، از اینکه واقعا در فکر و قلب اونها چی میگذره. برای همه خیلی آیه ها داریم در مورد فکر، قلب و انگیزه ها، چون بر اون اساس افراد داوری خواهند شد. پس داوری او بر اساس اون طبیعت و رفتارهای ناقص انسانه، یعنی در اون قسمت هایی که انسان کم آورده داوری خدا بر اون اساس خواهد بود، اون قسمت ها رو نگاه میکنه. بذار یه چند تا آیه بخونیم یه مقدار این قضیه برای ما بیشتر باز شه. یه نگاه بکنید به رومیان باب 1 آیه 21 و 22، ببینیم کسی داره این قسمت رو. زیرا هرچند خدا رو شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت، ادعای حکمت میکردن و احمق کردن. پس نگاه بکنید کدوم داوری بر چه مبنایی تو زندگی اون افراد، اون جاهایی که کم آوردند ها؟ میگه میتونستن خدا رو بشناسن، نشناختن. پس ببینید این نتیجه شه. حالا توی قسمت چند تا آیه میخواییم پشت سر هم بخونیم، پس هم خودتون حاضر بکنید. دوم قرنتیان 10:12، اول ببینیم کی داره دوم قرنتیان 10:12 رو. کسی نداره؟ من میتونم بخونید. زیرا جرأت نداریم که خود را از کسانی که اینه درسته؟ از کسانی که خویشتن را مدح میکنند بشماریم یا خود را با ایشان مقابله نماییم، بلکه ایشان چون خود را با خود میپیمایند و خود را به خود مقابله مینمایند دانا نیستند. گرفتی دایه رو؟ یا آیه دیگه بخونیم، غلاطیان 6:3. نه شون دارن. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حال آنکه چیزی نباشد خود را میفریبد. میگیرید آیه رو؟ نه. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد، یعنی ببینید الان باید مفاهیم این آیات رو خوب بفهمید. میگه وقتی خودش شخصی گمان بره یعنی چی؟ یعنی فکر کن آدم چیه؟ خوبیه دیگه، نه آدم درستکاریه، آدم اخلاقگراییه. میگه اگه خودش کسی خودش اینطوری فکر، حالا که چیزی نباشد، میگه خودش رو داره فریب میده. یه نگاه بکنید امثال 26 چند تا آیه الان میخونیم پشت سر هم از امثال هستن. پس امثال 26، بسیارن کسانی که ادعا میکنند خوب و با وفا هستند، ولی کیست که بتواند آدم واقعا با وفایی پیدا کند؟ به عجب آیه 26 26 12 رو بخونید از امثال. Do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. چقدر آیه قشنگی بود این، نه؟ 26 12 میگه که
آیا شخصی رو میبینی که در نظر خود حکیم است، باز همونه نه، آدم اخلاق گرا، امید داشتن بر احمق از امید بر او بیشتر است؟ 28 26 امثال مایکل کی داره امثال 28 26 رو؟ 28 26 هر که بر نقشه های خود تکیه می کند احمق است، ولی آنان که از تعالیم خدا پیروی می نمایند در امان می باشند. به 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 امثال 30 12 هستن کسانی که خود را پاک می دانند در حالی که به گناه آلودند. خیلی خوب، حالا اشعیا 46 10 کی داره اشعیا 46 در رو بخونید؟ زیرا که بر شرایط خود اعتماد نمید، گفتی کسی نیست که مرا ببیند و حکمت و علم تو را گمراه سازد، و در دل خود گفتی من هستم و غیر از من دیگری نیست. پس 46 ده اشعیا 46 ده میگه که چی میگه؟ میگه آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان میکنم و میگم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم چیه؟ آورد. من فکر کنم این آیه را اشتباه نوشتیم اینجا. 47 دهه 47 دهه ببخشید. آره 47 ده رو خوندن شما؟ خب درست بود، اتفاقا شما درست بود، اونجا هم نمون 47 نوشتیم. خیلی عالی، اینجا پس تو یاد داشته من 46 دهه ولی 47 ده درسته. پس اوبدیا 1 3 تا 4 رو کی داره؟ اوبدیا یکی از انبیای کوچیکه در کتاب عهد عتیق. 1 3 تا 4 رو کسی داره یا ندادیم اینو؟ بسیار خوب، تموم شد؟ خب سرم بخونید. درست، ای که در شکاف‌های صخره ساکن هستی و مسکن تو بلند می باشد و در دل خود می گویی کیست که مرا بر زمین فرود بیاورد؟ تکبر دلت تو را فریب داد. آها اوکی، بیشتر منظور این آیه 3-4 هم بخونید خواهش میکنم. پس میبینید این آیات رو الان وقتی این حرفا رو میزنه، پس منظور کسیه که خودش رو چیه؟ کسی میدونه، میگه من کارهای نیک که انجام میدم برای رضایت خدا چیه؟ کافی هستش. میگه تو اگر این کار بودم بالا چیه؟ میندازمت پایین، چون که به هر حال در تو چیه؟ نقص هستش. نکته بعدی که در این قسمت میخوایم با اون در واقع آیات 2-5 رو تموم بکنیم این هستش که اخلاق‌گرا قلب خود رو نسبت به داوری خدا سخت میکنه. یعنی چی؟ یعنی از توبه خودداری میکنه. یعنی دو تا حقیقت رو نمیتونه بپذیره. خیلی جالبه. اولا نمیتونه این حقیقت رو بپذیره که به اندازه کافی خوب نیست که مورد قبول خدا باشه، نمیتونه بپذیره اینو. و دوباره این حقیقت رو نمیتونه بپذیره که مهربانی و محبت خدا بتونه او رو چیه؟ محکوم بکنه. دقت میکنید؟ یعنی میگه که به اندازه کافی این که من خوب نیستم که خدا منو قبول بکنه یعنی چی؟ من خوب هستم. و این که از اون طرف میگه، یعنی میگه خدا اونقدر مهربان و نیکه محال منو محکوم بکنه. شما با اینجور افراد برخورد نداشتی؟ میگه یعنی چی؟ اصلا صحبت از محکومیت و اینا چیه؟ نکنید، بشر خوب هستش، حتما در من اون خوبی رو میبینه. پس خدا محبته، محاله که در واقع خدایی که محبته منو چیه؟ محکوم بکنه. این آیه 5 رو بیاید نگاه بکنیم، خیلی آیه کلیدی هستش. در این قسمت ما میخوایم یه مقدار در این مورد صحبت کنیم. میگه و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا. کسی میخواد یه کامنتی بده در مورد این آیه؟
بذار یه نگاه بکنی یه بار دیگه. اولا ببینید میگه و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود میگه چی رو ذخیره میکنی؟ غضب رو ذخیره میکنی، اوکی، برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا. اولا صحبت بکنم در مورد داوری عادلانه خدا. این چه جور داوریه؟ وقتی میگه داوری عادلانه خدا چه جور داوریه؟ یعنی میگه خودش ذخیره میکنی دیگه. آره نه، ولی اول میخوایم در مورد این اصطلاح داوری عادلانه خدا صحبت بکنیم. یعنی چی داوری عادلانه خدا؟ توش بی عدالتی نیست، حق بی طرفانه است، نه؟ بعد داوری یعنی حکم کردن دیگه، نه؟ بعضی مواقع ما داوری میکنیم، حکم میکنیم، قضاوت میکنیم، ممکنه بی طرفانه چیه؟ نباشه. طرفداری اینو یا اونو میکنیم. میگه این داوری بی‌طرفانه است، صحیحه، دقیقه، منصفانه است و عدالت درش چیه؟ هستش. پس داوری خدا داوریه که باید چی بشه اینجا میگه؟ انجام بشه یا نشه بالاخره؟ حتما میشه، حتما اتفاق میفته این داوری عادلانه خدا. میگه در واقع چون خدا محبته باید چیکار بکنه؟ باید داوری بکنه. پس او باید همه ناعدالتی های جهان رو چیه؟ تموم بکنه. باید همه اشتباهات رو درست بکنه، تصحیح بکنه، همه بی‌عدالتی های بشر رو به انصاف چیه؟ تبدیل بکنه. او باید بشر رو با داوری عادلانه و منصفانه بدون نقص داوری بکنه. یعنی این قضاوت او خواهد. پس حالا اینجا یه اصطلاح دیگه هم هست، میگه تو غضب را ذخیره میکنی، نه؟ میگه چون غضب را ذخیره میکنی پس خدا هم از اون طرف چیه؟ تو را عادلانه داوری خواهد کرد. یعنی چی غضب را ذخیره میکنی؟ کینه میگیری؟ گذشت نداری؟ اولا که ذخیره کردن یعنی چی؟ یعنی خدا رو عصبانی کنی؟ خدا رو عصبانی. نه نه، اول بذاری ذخیره کردن یعنی چی؟ مثلا میگه آقا پس انداز کردن، درسته؟ انبار کردن، انباشتن، نه؟ ذخیره میکنیم، زیاد میکنیم. پس خیلی خوب، حالا میگه کسی که چطور تو یعنی چی رو ذخیره میکنید؟ خیلی جالبه. میگه به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود یه چیزی رو میری تو بانک میریزی. یعنی کسی که ببینید چی میگه، میگه قساوت و دل ناتوبه کار، یعنی کسی که قلب خودشو چیکار کرده؟ سخت کرده و از توبه خودداری میکنه. پس کسی که دلشو سخت میکنه و تو از توبه هم چیه؟ نمیخواد بکنه. یادتون میاد یه نفری تو عهد عتیق از بریم از اون اول، میگه خیلی دلش سخت شد، خدا دلش رو سخت کرد، فرعون، نه؟ پس هر وقت کسی قلبش رو سخت میکنه و از توبه خودداری میکنه، داره یه چیزی رو همینطور اضافه میکنه. ذخیرش چیه؟ میره بالا. چی رو ذخیره میکنه؟ غضب خدا رو. در برای چه روزی؟ توی روز داوری. یعنی در روز داوری غضب خدا نسبت به این افرادی که قلبشون رو سخت کردن و نخواستن توبه بکنن بیشتر و بیشتر میشه. چرا؟ انگار توی بانک ذخیره‌شون چیه؟ زیاده. پس حقیقت خیلی ساده است، اینو داره بهشون میگه. فقط به این فکر بکنیم که چقدر وحشتناکه. خیلی وقتا ما فکر نکردیم به این قضیه، ولی چقدر وحشتناکه. من روز یک شنبه پیش در مورد این که واقعا خدا چرا انسان رو به جهنم میفرسته صحبت کردیم، این هفته تموم میکنیم. واقعا خدا نمیفرسته، انسان خودش میره. چرا؟ چون حساب بانکیش در این قسمت توبه نکردن و اینا بالاست، میلیونیه در واقع. ببینید چقدر وحشتناکه برای انسانی که علیه نیکویی و مهربانی خدا طغیان کرده. اینجا میگه دیگه، نه؟ میگه شما در واقع چیکار دارید میکنید؟ شما دولت مهربانی و صبر و حلم او را میگه ناچیز میشماری
و نمیدونی که مهربانی خدا تو رو داره به توبه میکشونه، چون اگه توبه نکنی ذخیره حسابت بانکیت میره چیه؟ بالا. پس چرا تو در واقع داری علیه نیکویی و مهربانی خدا طغیان میکنی؟ حالا ببینید خدا به بشر چه ویژگی داده، چه امتیازی. It's a privilege به قول انگلیسی، نه؟ یه افتخاریست، یه امتیازیست، یه ویژگیست. چه چیکار بکنه؟ که نیکویی خدا رو درک بکنه، پیام مهربانی او رو که هر روز خدا رو شکر برای این همه امکاناتی که در این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، حالا ببینید هست، نه؟ میدیا، این همه امکانات، و باید استفاده بکنیم از اینها. پس پیغام خدا، مهربانی خدا هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال توی جهان داره چیه؟ اعلان میشه تا مردم چیکار کنن؟ بشنوند. حالا با این وجود اونها از محبت خدا، از نیکوی خدا به نظرتون چی هن؟ روگردانند و از توبه خودداری میکنن. پس یعنی در واقع وقتی توبه نمیکنن، یعنی نیکوی و مهربانی خدا رو بارها و بارها چیه؟ رد میکنن. خب پس چه چیزی غضب خدا رو بر علیه اونها ذخیره میکنه؟ همین رد کردن مهربانی و نیکویی خدا. هر بار که رد میکنن چند شماره چیه؟ اضافه میشه تو اون حساب، غضبه میره درجه چیه؟ بالا. پس داوری بر او بزرگتر از بر همه داوری خواهد شد، ولی بر این افراد داوری چیه؟ خیلی بیشتر از افرادی است که هرگز در مورد مسیح و محبت او نشنیدند. حالا اونها رو چطور داوری خواهد کرد؟ من اعتماد دارم به داوری پدر آسمانی، خودش میدونه. ولی این رو میتونم از کلام بگم که داوری بر این گونه افراد بسیار وحشتناکتر از اونها خواهد بود. بذار چند تا آیه بخونیم ببینیم حرفایی که ما زدیم از خودمون گفتیم یا ساپورتش در کلام خدا چیه هستش. پس اجازه بدید این آیه ها رو با هم بخونیم. نگاهی خواهیم داشت به انجیل لوقا باب 12 آیه 49. انجیل لوقا 12:49. بله درسته. میگه پس میگه من آمدم تا آتشی در زمین افروزم، پس چه میخوام اگر الان در گرفته است؟ مسیح میگه یوحنا 3:36. آن که به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد، آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید. پس چی را خواهد دید به نظرتون؟ این آیه ادامه داره، بلکه غضب خدا بر او میماند. این آیه رو باید سریع بخونید، اگه نخونم من میخونم. ببینید من اینا رو باز نکردم ولی سریع پیدا میکنم. رومیان 1:18 چی داره؟ بخونید. باز می‌دارم. عالیه. افسوسیان باب 5 آیه 3-6 چند تا آیه است؟ چی داره؟ که شایسته مقدسین خداست در میان شما چیزی درباره زنا و بی‌اتفاقی‌های دیگر و تمکاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک با حرف‌های بی‌معنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا رو شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار، بی‌عفت یا تمکار، زیرا تمکاری یک نوع بت‌پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. ادامه بدید. یه آیه هست هنوز. اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را فریب دهد، زیرا به علت این چیزها که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. خیلی خوب، خیلی آیه قشنگه، نه؟ پس ببینید اون انسان‌های اخلاق‌گرا میگن اون اینقدر نیکویی در من هست که خدا رو چیه؟ خوشنود میکنه.
و از اون طرف خدا هم اونقدر مهربانه که چیه؟ کاری به کار من نخواهد داشت. گفتیم که اتفاقا چون که تو داوری خدا عادلانه است، میره دست میذاره رو اون قسمتایی که چیه؟ ضعیفن. چون خدا اونقدر 100% نمیتونه ببینه در یه نفر دیگه و خودش رو چی عادل نشون میده. اینجا چقدر جالبه. من خیلی خوش آمد از این. آیه 5 رو بخونه، یه کلمه به کار براتون خیلی قشنگ بود. اون اول آیه 5 چی میگه؟ زیرا این را یقین میگه، میدانید نه؟ خاطر جمع. یعنی خیالتون رو چیه؟ راحت کنم. یعنی اگر خیالتون راحت نیست، آیه 6 میگه هیچ کس شما رو به سخنان باطل میگه فریب چیه؟ نده. خیالتون تخت باشه. انجام کنن اونایی که این کارا رو انجام میدن، میراثی در ملکوت مسیح و خدا براشون وجود چیه؟ نداره. چرا؟ زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت میگه چیکار خواهد شد؟ نازل خواهد شد. 2 پتروس 2:9 نمیخوایم ولی کسی رو بترسونیم، ولی اینا هست دیگه نه؟ دوی پتروس باب دو آیه نو اول. چی داره 2:9 رو؟ 2 پتروس 2:9 اگه نخونید من رفتم. پس خداوند اینا نفیه عادلان را از تجربه رهایی دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه دارد. بسیار زیبا. حالا 3:7 رو بخونید. بفرمایید. اکنون نیز به فرمان خدا آسمان و زمین باقی هستند تا روز داوری با آتش نابود شوند، یعنی در همان روزی که بدکاران مجازات و هلاک خواهند شد. خیلی زیبا. امثال 29:1 کی داره؟ He who is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed and death without remedy. به به، چقدر آیه‌ای بود این عالی. 29:1 رو اجازه بدید من، یک خیلی عالی بود این آیه رو دوست دارم بخونم. کسی که بعد از تنبیه بسیار گردن کشی میکند ناگهان منکسر خواهد شد و علاجی نخواهد بود. خب علاجی هم پس نداره. بسیار عالی. خب این آیه 1-5 بود. حالا ما هنوز فرصت داریم دقایقی رو اجازه بدید شروع بکنیم، لااقل تموم نمی کنیم ولی شروع میکنیم باب 2 آیه 6-10 رو. باب 2 آیه 6-10 رو خودم میخونم این آیه ها رو، ببینید چی میگه. پس باب 2 هستیم، آیه 6-10 که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد، اما به آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی را، اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی می باشند خشم و غضب و عذاب و زیق بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود. این خیلی قشنگ این تیکش. اول بر یهود، یعنی شما خیالتون راحت باشه، و پس بر چی؟ یونانی، یعنی غیر یهودی هم خیالشون چیه؟ راحت باشه. یعنی این غضب بر همه چیه؟ میاد. حالا بعضی موقع خیلی جالبه، ما خیلی از مسیحی‌ها هستن که مسیحی‌های اسمی ان، در واقع میگن که ما دیگه مسیحی هستیم دیگه، کسی با ما کاری نداره. اینجا درست اسم مسیحیت رو نمیاره، ولی یادمون نره در قرن اول این کلام وقتی صحبت از یهودی‌ها میکنه، یهودی‌ها میگن ما فرزندان کی هستیم؟ ابراهیم هستیم. یعنی ما چی هستیم؟ ایماندار هستیم، قوم برگزیده خدا. هممون صاف مستقیم چیه؟ میریم ملکوت در آغوش ابراهیم استراحت میکنیم اونجا. این میگه خیالتونه چیه؟ راحت کنم. اتفاقا اول بر یهودی ها میاد که خودشون آدم های مذهبی میدونن، بعد بر غیر یهودی، یعنی امت ها که نمونش یونانی ها هستن که ما آشوریان بقیم چیه شامل حالش میشیم در واقع اونجا. خیال همه تونه میگه من راحت کنم. لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار نخست بر یهود و بر یونانی نیست. پس اگر یهود و یونانی اینطوری باشن تکلیفشون روشنه، اگه اونطوری باشن برکت میاد تو زندگیشون. حالا اینطوری اونطوری رو اجازه بدید من باز کنم تا ببینیم منظور چی هستش. پس ببینید داوری خدا، خدای زنده و حقیقی، به نظر میاد بر اساس اعمالم چیه؟ هست. یه چند تا آیه بخونید ببینید دارید این آیه ها رو. نمیدونم امثال 24:12 رو کسی داره؟ دادم به کسی؟ 24:12 شاید ندادم، نمیدونم. 24:12 نگو که از جریان بی‌خبر بوده ای، زیرا خدایی که جان تو در دست اوست و از دل تو آگاه است می‌داند که تو از همه چیز با خبر بوده ای. او
هر کسی را مطابق اعمالش جزا می‌دهد. بسیار درست. حالا دوی تیموتائوس 4:14 اسکندر مسکر به من بسیار بدی کرد. خداوند خودش او را تنبیه کند. عالیه. متی 16:27 زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدرش و به اتفاق ملکیه و در آن وقت هر کس را موافق اعمالش جزا خواهد داد. عالیه. مکاشفه 22:12 بسیار خوب. پس ببینید این قضیه اعمال هم اینجا هستش. پس برای هر شخص فقط دو تا گزینه وجود داره. دو تا گزینه، نه سه تا، نه چهار تا، دو تا. پاداش ابدی، مجازات ابدی. اون وسط هیچ چیزی نیست، هیچ خبری نیست. میگه هیچ کس شما رو با سخنان باطل فریب نده. اینو به یهودی ها و یونانی ها گفت، باز به یهودی ها و یونانی ها گفت. دو تا آپشن هست، پاداش ابدی یا مجازات ابدی. هیچ کس هم مستثنا نیست، هیچ کس هم نمیتونه از اون روز چیه فرار بکنه. پس حالا به این نکته توجه کنی. پس داوری میگه بر اساس اعمال شخص خواهد بود، یعنی آنچه که او انجام داده. حالا یه نکته خیلی جالب اینجاست، این بدین معنی نیست که ایمان ضرورتی چیه نداره. پس چون بعضی ها میگن پس اگر اینطوریه ایمان ضرورتی نداره. چرا؟ چون از اون طرف هم اون ور سکه چی میگه به ما؟ ایمان بدون عمل هم میگه چیه؟ فایده ای نداره. به همین ترتیب کارهای خوب هم بدون ایمان به درد نمیخوره. پس چیزی به نام ایمان بدون عمل وجود نداره، همینطور عدالت و کارهای خوب بدون ایمان هم وجود چیه؟ نداره. پس اعمال خداگونه که از طرف خدا و به خاطر خدا هستن و خدا رو واقعا راضی میکنن، همشون نتیجه کلام میگه چیه؟ ایمان هستند. حالا خیلی جالبه، انسان به خیلی چیزها ایمان داره، یا بهتره بگم اعتقاد داره، اینطور نیست؟ مثلا بعضیا خدمت میکنن، ایمان دارن، یه کارهای خوبی میکنن، مثلا آدم های مذهبی هن. اعتقاد دارن به مذهبشون، خدمت میکنن، کارهای زیادی میکنن. بعضی مثلا اعتقاد به سازمان های خیریه دارن، چقدر تلاش میکنن، نه؟ میرن اون ور دنیا، اون سر دنیا، با جزامی ها میشنن، بلند میشن. اون سال توی آفریقا ایبولا اومده بود، این پزشکانی که برای مرز و اینا حالیشون نیست، اعتقاد دارن میرن این کارا رو انجام میده. بعضی تو کلوبای اجتماعی هن و برای بشریت تلاش میکنن، سازمان هایی که برای بشریت تلاش میکنن. آنچه خدا میخواد اینه که انسان باید اول میگه به او چیه؟ ایمان بیاره. این خیلی برای او مهمه. بعد خدمت بکنه، بعد کار بکنه تا دنیایی رو که گم شده و ناامیدانه داره دست و پا میزنه کمک بکنه. تمام این کارهای عامل منفعه و اینا خیلی خوبه، ولی کمکی به بشری که بتونه از این وضعیت فلاکتبار، از این تاریکی بیاد بیرون چیه؟ وجود نداره. من یادم وقتی که آواره ها اومده بودن خیلی کارهای خیریه انجام شد. یادم تو ارومیه بودیم اون زمان و به هر حال از این ور اون ور دنیا کمک ها می اومد برای مردم. یه هواپیما با بارش ما بعدن شنیدیم که اونجا چیه گم شده بود. البته بعدن تمام اون کنسرو ها و پتوها و چادرها توی میدان های بزرگ شهر رو میفروخت. من میگه چی برده داره میفروشه؟ چه فایده ای داشت اینها؟ هیچ فایده ای چی میبینیم نه. پس وقتی یه نفر واقعا به خدا ایمان داره، برای خدا کار خواهد کرد. این خیلی برای من جالبه، توی کلیسا هم همینطور هستش. خیلی مواقع این انتظار رو دارن ما بریم مثلا کمک کنیم، تشویق کنیم، باد بزنیم، هندل بزنیم که بیا تو رو خدا جون عمت مثلا به خاطر مسیح بیا کار کن، بیا خدمت بکنم، پاتو میبوسم، دستو میبوسم. اصلا خیلی برای من جالبه، یه نفری که به مسیح ایمان داره لازم نیست ما بریم به دست و پاش بیافتیم یه کاری بکنم، باید خدمت چیه بکنه. این نتیجه طبیعیه.
یه نفر یعقوب 2:17 رو برای ما بخونه. البته گفتیم اینو، ولی یه نفر بخونه ببینیم چیه. شاید کسی نداشته باشه این آیه رو، نمیدونم. نداره کسی، درسته؟ بسیار خوب، پس من میخونم خودم. بخونید اگه پیدا کردید، مرسی. پس ملاحظه میکنید ایمانی که منجر به اعمال خیر نگردد و با کارهای نیک همراه نباشد اصلا ایمان نیست، بلکه یک ادعای پوچ و تو خالی است. اگه من به مسیح ایمان دارم، باید چیه؟ باید خدمت بکنم در باب. پس خدا یا به افراد پاداش خواهد داد یا اونها رو بر اساس اعمالشون مجازات خواهد کرد. برای افرادی که کارهای نیک و آمول منفع انجام میدن، پاداش عالی وجود چیه؟ وجود داره. پس حالا میخوام به سه نکته اینجا توجه بکنید. این خیلی به نظر من آیه جالبیه برای افرادی که واقعا در ایمان خودشون کارهای نیک انجام میدن، پاداش عالی در نظر گرفته شده. یه نگاه بکنید با آیه 7. نمیدونم تا حالا دقت کردید، این آیه خیلی، من این آیه رو دوست دارم، خیلی جالب بود، امروز خیلی با قلب من صحبت کرد. میگه اما به آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی. یعنی یه نیکوکاری که در پی جلال و احترام و حیات چیه؟ جاودانی است. من یه وقت بیشتر گفتم اینجا رو باز بکنیم ببینیم جلال یعنی چی؟ عزت. در پی جلال. خیلی معانی زیبایی من براش پیدا کردم. یعنی یه چیز رو آدم در تملک داره، مالک یه چیزیه، دارا بودن، پر از نور کامل بودن. وقتی صورت جلال میشه، انگار آدم توی چیه؟ تو در نور کامله. نه؟ میگه صورت خدا از جلال چیه؟ میدرخشی، درخشندگی، در واقع تابان، روشنایی، شکوه با خدا بودن. بعد صحبت از چی میکنه اینجا تو این آیه 7؟ صحبت از اکرام میکنه. اکرام یعنی چی؟ احترام، عزیز شمرده شدن، شرف، افتخار، حرمت، سربلندی، نیکنامی، سرشناسی، قدر. این که یعنی مورد، همینطور که گفتید، اعتنا واقع بشه، قدرشو بدونن، تشکر بکنن، احترام بهش بذارن، بپذیرنش، در واقع بدونن ارزشمنده، به حساب بیاد. تمام اینها توسط کی؟ خدا. یعنی به افتخار خدمت به خدا نائل شدن و رسیدن. بعد صحبت از میگه تمام اینجور افراد یه پاداش دیگه هم بهشون میرسه، حیات جاودان. یعنی چی حیات جاودان؟ زندگی ابدی، فناناپذیر. پس به قول معروف نامیری یعنی نمردن، جاودانگی، ابدیت با خدا، زندگی تا به ابد با خدا، فناناپذیر. جانم نمردن یعنی دائمی و ابدی بودن، یعنی در واقع آزاد از درد و غم و شک و اشک و خستگی و فرسودگی، از تنگی ها و کشمکش ها و گناه و ناپاکی و آلودگی، آزاد از اینها، آزاد از ضعف، آزاد از گمراهی، آزاد از بیماری، آزاد از جفا و مرگ. یعنی آزادی از یک دنیای ناکاملی که ما در این زندگی میکنیم و نشستن و همراه بودن با خدا در یک دنیای کامل، دنیایی که تا به ابد ادامه داره و ادامه خواهد داشت. این یعنی جاودانی. ببین این پس چقدر این عالی هستش. پس این سه نکته، نکته اول اینه، دوم اینه که چگونه این کار رو انجام میدن، چگونه به این حرمت و جلال و جاودانی شخص میرسه، با چه طریقی، از چه راهی؟ با صبر. با صبر. حالا صبر یعنی چی؟ با صبر تحمل، گذشت. درسته؟ چی میتونیم اضافه بکنیم؟ یعنی ایستادگی، نه صبر. آدم صبوریه، یعنی آدم صبور به کار چیه؟ وقتی میگیم استقامت داره، ایستاده، ثابت قدم، استوار، چی داره؟ پشتکار داره. یه نفری که پشتکار داره یعنی به چی چیزی
ادامه میده، نه؟ آدم صبور ادامه میده. خیلی ها وسط راه چیه؟ جا میذارن. آیا اونها به این پاداش، یعنی به حیات جاودان، یعنی به اون حرمت، یعنی به اون جلال بودن با خدا خواهن رسید؟ نه. میگه با صبر به اونجا میرسن. صبر منظور نیست که من بشینم منفعل باشم، نه، یعنی ادامه میدم. من ادامه میدم در واقع. چسبیدم چیه؟ به خدا. یعنی به کارهای نیک و اعمال نیک در زندگیم ادامه چیه؟ میدم من. خب این خیلی حائز اهمیته. یعنی این گونه افراد زندگی رو فقط شروع چیه؟ نمی کنند، بلکه کار رو به پایان میرسونند. چیکار کنیم؟ بذاریم این تیکه رو تا تا برم، بعد میذاریم این قسمت دیگه بمونه برای دفعه بعد، اینجا رو تمام بکنیم. پس زندگی او، یه نفری که ثابته، یعنی تو زندگی چی نداره؟ اون درسته، آدم ثابت یعنی چی؟ شک نداره، درسته. یعنی به زبان ساده تر، یعنی تو زندگیش بالا پایین چیه؟ نمیشه. توی کلام در مورد بالا پایین چی میگن؟ میگه از چی رانده چیه؟ مثل موج دریا چیه؟ نیسته، بره بالا و بیاد پایین. یعنی به انجام کارهای خوب ادامه میده. هیچ کی خیلی برای من جالبه تو کلیساها بعضی مواقع، مثلا یه آبی به تقی به توقی میخوره، تموم شد دیگه، خدمت میبوسیم، قربون شما رفت. یعنی نباید هیچ چیزی تأثیر چیه بگذاره، چون بالا پای در زحمات، در مشکلات، در مخالفت ها یه همچین ایمانداری مایوس نمیشه، بلکه تحمل میکنه. صبر یعنی این که نه، یعنی تحمل میکنه، باز به نیکوی خودش ادامه میده. چند تا آیه هست اینجا، نمیخوام بخونیم چون فرصت نداریم، ولی میگم این آیه ها رو. غلاطیان 6:9 بعدن برید نگاه بکنید، دوم تیموتائوس 3:14، عبرانیان 12:1، اول پتروس 1:13 و مکاشفه 3:11. شاید یک دونه بخونیم بعد نباشه. غلاطیان 6:9 رو یه نفر اگه داره بخونه برای ما، لاقل یه دونه خونده باشیم از این قسمت. پس ای برادران، از انجام کار نیک خسته نشوید، زیرا به زودی پاداش خود را درو خواهید کرد، به شرطی که دست از کار نکشید. گرفتی؟ پس دست از کار نکشید و بالاخره به پاداش پرجلالی که نیکوکاران خواهند گرفت توجه بکنید. گفتم اینجا میگه حیات جاودانی، میراث کی؟ حیات جاودانی نیکوکاران، جهانی پر از جلال و احترام و صلح، که اینجا به هر حال در این آیه ما نگاه کردیم. در آیه 10 هم میتونیم باز حالا بیشتر نگاه بکنیم، باز بشه برای ما آیه 10 2:10 اگر اشتباه نکرده باشیم ما اینجا. لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یونانی نیست. حالا اگه یه مقایسهش بکنیم اینو با باب 4 آیه 13، من خودم براتون بخونم. زیرا به ابراهیم و ذریت او وعده ای که او وارث جهان خواهد بود از جهت شریعت داده نشد، بلکه از عدالت ایمان. پس این خیلی جالبه. حالا پس این برکت بود، گفتیم یا برکت میگیریم یا غضب رو دیگه، نه؟ برکت رو دیدید، چقدر عالی بود. حالا برای بدکاران جریمه سخت و وحشتناک در نظر گرفته شده. به سه دلیل اینها تنبیه خواهند شد. دلایل رو نگاه بکنید، تمام بکنید، دعا کنید. به سه دلیل. دلیل اول اینه که، به نظرتون چیه دلیل اول؟ خودشونو بر خدا مقدم میدونند، یعنی به آنچه که خدا میگه علاقه ای ندارن. با اینجور آدم ها برخورد داشتین تا حالا؟ خدا هم بر علیه این افراد چیه؟ ایستاده اتفاقا. اونها با خدا می جنگن و با او چشمکش می کنند. چرا؟ چون نمیخوان خودشون رو فروتن کنن، نمیخوان خودشون رو تسلیم خدا کنن. این آدم ها همیشه دنبال منافع خودشون هستن. پس این دلیل اوله که چرا خدا چنین واقعا جریمه وحشتناکی رو براشون در نظر گرفته، چون خودشون رو بر خدا مقدم می دونن. دو، حقیقت رو رد میکنند. خوندیم تو باب اول، حقیقت رو میبینند، میشنوند، میدونند، ولی اونو
نمیپذیرند که انجامش بدن، نمیخوان که کسی قانعشون بکنه، گوشاشون رو چیه؟ میگیرن، نمیخوان ایمان بیارن. به چی؟ به عیسایی که حقیقت زنده است. نه، کلام خدا میگه حق رو خواهی شناخت، حق شما رو آزاد میکنه. مسیح حقیقت زنده است، نمیخوان او رو بشناسن، هم به کلامش که حقیقت چیه؟ نوشته شده است. پس مسیح کلمه خداست، حقیقت زنده است، این کلام حقیقت نوشته شده است. پس به سادگی میخوان دنبال زندگی خودشون باشن و طبق اراده خود زندگی خودشون رو کنترل بکنن. و بالاخره ما با این تموم بکنیم امروز، به دنبال شرارتن، به زبان بسیار ساده، باب 2:8. اما به اهل تعصب، آدم های متعصب که اطاعت راستی نمی کنند، پس الان گرفتیم منظور از راستی کدوم راستیه؟ نه، عیسی که حقیقت زنده است، راستی زنده است، کلام که راستی نوشته شده است، که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی باشند، یه پاداشی براشون در نظر گرفته شده: خشم و غضب. خب فکر می کنم ما همینجا تموم می کنیم. تقریبا 55 دقیقه شد و با یک دعای کوتاه این قسمت رو تموم خواهیم کرد. به سوالات برحال بعد از دعا جواب خواهم داد، البته ضبط نمیشه اینها. اجازه بدید دعا رو تموم بکنیم، بعد اونو خاموش بکنید. خداوند، واقعا ممنون محبت و فیض تو هستیم، ممنون مسیح هستیم، واقعا ممنون مهربانی تو هستیم که محبت و مهربانی تو ما رو خداوند به سمت توبه میکشاند. تو رو شکر میکنیم برای پاداشت و تو رو شکر میکنیم ای خداوند عزیز که میتوانیم با راستی کلامت و با راستی زنده یعنی عیسی مسیح در ارتباط باشیم. خداوند عطا بکن واقعا اگر کلام تو با قلب‌های ما صحبت میکنه، از هر نوع واقعا آن افتخاری که میخواییم به خودمون بدیم، آن که خودمون رو نیک میدونیم، ای خداوند دست برداریم و بدونیم نیکوی مطلق تو هستی و تو میخوایی که ما به مسیح عیسی ایمان بیاریم تا ای خداوند برای خودمون جلال، حرمت و حیات جاودان را به ارمغان بیاوریم، نه خشم و غضب تو را. و ما میدانیم ای خداوند عزیز که تو میخوایی ما به تو ایمان بیاریم و اعمال خودمون را از طریق ایمان نشان بدهیم ای خداوند، تا دنیا با محبت تو آشکار بشود. تو را شکر میکنم ای خداوند عزیز که هیچ چیزی قادر نیست ما را از محبت تو جدا بکنه و هیچ چیزی قادر نیست ای خداوندا جلوی خدمت ما را به تو بگیره ای خداوند عزیز، چون ایمان به تو، نه کلیسا، نه رهبران، نه کشیشان، نه خادمی، نه دوستان، نه برادران، نه خواهران، هیچ از یک از آنها عامل این نیستن که ما تو رو خدمت بکنیم. آنچه که عامل است ایمان به توست و چون به ایمان به تو نگاه میکنیم، تو رو خدمت میکنیم، کارهای خوب انجام میدهیم به فیض تو ای خداوند عزیز، تا از این طریق مردم مسیح رو در ما ببینن و پدر تو جلال بیابی ای خداوند عزیز. در غیر این صورت ما باید به ایمان خودمون نگاه بکنیم و ببینیم شاید جایی خرابی وجود داره اگر ما به سادگی به صحبت کسی، با عمل کسی، با گفتار کسی، با حرف کسی ای خداوند دلمون میشکنه و دست از خدمت و کارهای نیک بر میداریم ای خداوند عزیز و به عوضش تلخی رو وارد زندگیمون میکنیم و با این کار اجازه میدیم ای خداوند عزیز که روزی واقعا از تو دور بشیم و غضب رو برای خودمون ذخیره بکنیم. حاشا از ما، تو مدد کنه ای خداوند عزیز تا نگاه ما فقط و فقط متمرکز بر حقیقت
زنده یعنی عیسی مسیح و حقیقت زنده و نوشته شده کلام تو باشه. فقط و فقط به کامل کننده ایمانمان یعنی عیسی مسیح نگاه بکنیم، نه به راست نه به چپ، چون که در راست و چپ ما خیلی ضعف‌ها، خیلی ایرادها، خیلی مشکلات وجود داره. اما وقتی به تو نگاه میکنیم ای خداوند، میتوانیم چون پتروس بر روی اقیانوس مشکلات و سختی ها و حرف ها و مصائب و مشکلات راه برویم و غرق نشویم. لحظه ای که نگاه من از مسیح منحرف بشه غرق خواهیم شد. و چقدر تلخه ای خداوندا که چطور شریر تونسته خیلی از فرزندان تو رو ببلعه، غرق بکنه، چون نگاهشون رو از تو ای مسیح برگردوندن و شروع کردن به اطراف و به ضعف‌ها و کاستی‌ها نگاه کردن. خداوندا عطا بکن تا ما تنها و تنها به تو نگاه بکنیم. ممنون محبت تو هستیم پدر، به نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین.